سلام بر شما، من مهران میرزایی با شما همراه هستم با یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در هفته که گذشت. در برنامه این هفته مروری خواهیم داشت بر مهمترین تحولات هفته گذشته، از جمله ادعای یکی از مقام های بلندپایه سپاه که گفته بود هیچ نیرو و کشوری بجز ایران قادر به رهبری جهان اسلام نیست. وزارت خارجه ایران کاردار بحرین را احضار کرد، مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو دو شکست خورد، فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش اعتراض مداحان تهران را برانگیخت، پخش سریال سرزمین کهن متوقف شد و از ورود ارکستر سمفونی پترزبورگ ممانعت به عمل آمد. با ما همراه باشید. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه مدعی شده است هیچ نیرو و هیچ کشوری در برهه کنونی جز ایران قادر به رهبری جهان اسلام نیست. در روزهای اخیر برخی فرماندهان سپاه پاسداران به طور مستمر در سخنان خود از نقش پررنگ ایران در منطقه سخن میگویند و در سخنرانی‌های مختلف ضمن تاکید بر قدرت ایران به آمریکا حمله میکنند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران میگوید هیچ نیرویی و هیچ کشوری در برهه کنونی جز ایران قادر به رهبری جهان اسلام نیست. بنابر گزارش خبرگزاری های ایران، قاسم سلیمانی گفته است از گذشته های بسیار دور تا کنون نظیر مصر، عربستان سعودی و پاکستان مدعی رهبری جهان اسلام بودند و برای آن تلاش های بسیاری نیز انجام دادند، اما هیچ یک از آنها جز ایران قادر به پذیرش این مسئولیت خطیر نیستند. آنطور که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ادعا کرده، کشورهای همچون مصر، عربستان سعودی و پاکستان به واسطه غیاب دو عنصر مهم در عالم اسلامیشان قادر به رهبری جهان اسلام نیستند و این دو عنصر به طور انحصاری در اختیار جمهوری اسلامی ایران است. بنابر گفته فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، آنچه ایران را قادر ساخته تا رهبری جهان اسلام را بر عهده بگیرد، حمایت از مبارزان و جریانهای انقلابی و اسلامی و نیز دفاع از مسلمانان و اسلام در مقابل تجاوزاتی است که به جهان اسلام صورت می‌گیرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین ادعا کرد که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی همواره برای مقابله با نظام تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهند، اما نمی‌توانند انقلاب را از بین ببرند. قاسم سلیمانی پیشتر و در واکنش به سخنان باراک اوباما در سازمان ملل که گفته بود ما دنبال تغییر رژیم ایران نیستیم، هم گفته بود ایالات متحده توانایی تغییر رژیم ایران را ندارد و موضع آنها از روی ناتوانی و ضعف است و نه لطف. به نظر می رسد اظهارات قاسم سلیمانی در واکنش به سخنان جان کری در اجلاس داووس باشد. وزیر خارجه آمریکا در آن اجلاس گفته بود اگر ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل نکند، آمریکا استفاده از گزینه‌های دیگر را نیز در نظر خواهد گرفت. به دنبال این سخنان، فرماندهان ارشد نظامی به آن واکنش نشان دادند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران خطاب به جان کری گفته بود پیشوایان اسلام سالهاست ما را برای یک نبرد بزرگ و سرنوشت ساز آماده کردند. بعید می‌دانم مردان عاقل شما اجازه دهند آمریکا که در یک سوی این نبرد سرنوشت ساز قرار می‌دهند، گزینه مضحکه نظامی را از روی میز به صحنه عمل بکشاند. پس از آن حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز گفته بود که جمهوری اسلامی برای جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل آماده است. او افزوده بود که جمهوری اسلامی سالها برای این نبرد برنامه ریزی کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است و وظیفه اقدامات نظامی برون مرزی رژیم جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. در رابطه با این فرد چندی قبل هفته‌نامه آمریکایی نیویورکر طی مقاله تحلیلی با عنوان فرماندهی در سایه به نقش قاسم سلیمانی در منطقه خاورمیانه پرداخته و به نقل از یک مأمور سابق سیا از او با عنوان مؤثرترین نیروی حاضر در خاورمیانه امروز یاد کرده بود. به نوشته نیویورکر، سلیمانی در تلاش است تا وضعیت و ساختار خاورمیانه را به نفع ایران تغییر دهد و در حال حاضر جنگ بشار اسد در سوریه را هدایت می کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین را برای ابلاغ اعتراض شدید تهران به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین احضار کرد. وزیر امور خارجه بحرین در توییتر خود خواستار صبر مردم ایران در مقابل ظلم شده بود. این توییت وزیر امور خارجه بحرین در واکنش به سخنان چندی قبل آقای خامنه‌ای بود که گفته بود تنها راه حل و فصل مسئله بحرین صبر و پایداری است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین را احضار کرد و اعتراض شدید تهران را به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین ابلاغ کرد. خانم افخم درباره اظهارات وزیر امور خارجه بحرین گفت این گونه اظهارات نشان از سردرگمی مسئولین بحرینی در مواجهه با مطالبات مشروع مردم مظلوم بحرین دارد. و افزود طی احضار کاردار از سوی رئیس اداره خلیج فارس به ایشان خاطر نشان شد دولت بحرین به جای اتکا به نیروهای خارجی و رو آوردن به رویکردهای امنیتی و طایفه‌گرایانه خواسته های مردم کشورش را محقق سازد. شیخ خالد بن حمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین چهارشنبه در حساب خود در سایت توییتر نوشته بود خامنه ای از مردم بحرین می خواهد پایداری کنند و آنها را نیرومند توصیف می کند. متشکرم. ما در مقابل تو پایداری می کنیم تا قضای خدا نازل شود. وزیر امور خارجه بحرین در توییت دیگری از مردم ایران خواسته بود در مقابل ظلم، مصادره حقوقشان، سیاست‌های گرسنه نگاه داشتن و ریخت و پاش اموالشان نزد تروریست‌ها در همه جا پایداری کنند. این سخنان وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنانی است که به نقل از آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع بحرین مطرح شده که در سایت‌های اپوزیسیون این کشور منعکس شده است. بنابر گزارش‌های سایت‌های وابسته به اپوزیسیون بحرین از جمله سایت جابرالبلوشی، آقای خامنه ای اخیراً دیدارهایی با گروه‌هایی از تابعیت‌های مختلف از جمله بحرین، یمن، عربستان سعودی، ترکیه و کشمیری داشته است. بنابراین گزارش‌ها رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار خطاب به بحرینی‌های حاضر گفته بود خداوند به شما و پایداریتان برکت دهد. انصافاً مردم بحرین ثابت کردند که نیرومند و دارای اندیشه‌های وسیع هستند، چرا که با وجود مقابله همگان با آنها پایداری از خود نشان دادند. خامنه ای افسوده بود تنها راه حل و فصل مسئله بحرین صبر و پایداری است. گروه جریان وفای اسلامی که شماری از اعضایش از گروه‌های اپوزیسیون بحرین است نیز اعلام کرد به همراه هیئتی از ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. در همین حال نبیل یعقوب مشاور امور اطلاع رسانی پادشاه بحرین سخنان آقای خامنه ای را دخالتی آشکار در امور داخلی این کشور دانسته است. او رهبر جمهوری اسلامی ایران را به تشویق به خرابکاری در بحرین متهم کرد و گفت رهبر ایران از خرابکاران می‌خواهد پایدار باشند. بحرین از حدود 3 پیش شاهد اعتراض‌های خیابانی شیعیان است که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. در این اعتراض ها تظاهر کنندگان تصاویر رهبران رژیم حاکم بر ایران را بر دست داشتند و خواهان سرنگون کردن نظام پادشاهی مشروطه بودند. دولت بحرین برای پایان بخشیدن به حضور خیابانی معترضان از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک گرفت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت نیروهای نظامی خود را به بحرین گسیل کردند. این نیروها در مرزها و در مقابل ساختمان‌های مهم حکومتی مستقر شدند. و اما در پی اعلام شکست دور دوم مذاکرات صلح سوریه در ژنو، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه دولت بشار اسد را عامل شکست این دور از مذاکرات معرفی می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای در این خصوص از رویکرد دولت سوریه شدیداً انتقاد کرد و گفت که دمشق بر سر یافتن راه حلی سیاسی در مذاکرات ژنو مانع تراشی کرد. به دنبال شکست کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2، غرب دمشق را متهم کرد که در راه رسیدن به توافق در این کنفرانس مانع تراشی کرده است. ویلیام هیک وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای پس از اعلام شکست مذاکرات گفت ناکامی در تدوین دستور کار برای دوره‌های آتی مذاکرات یک عقب نشینی و پسرفت جدی برای صلح در سوریه است و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور مقصر این ناکامی محسوب می شود. هیگ اعلام کرد که این پایان راه نیست و افزود
در حالی که جنگ داخلی سوریه هر روز باعث ویرانی ها و کشتارهای فراوانی می شود، ما متعهد شدیم که به مردم این کشور تا آنجا که می توانیم کمک کنیم و پیشرفتی را برای دستیابی به راه حل سیاسی به وجود آوریم. ما به حمایت جدی خود از ابراهیمی و روند صلح ژنو ادامه می دهیم. وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه گفت همکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع وخیم انسانی در سوریه صادر شود. مردم در مناطق تحت محاصره و بسیاری دیگر از بخش‌های سوریه نمی‌توانند بیش از این منتظر دستیابی به کمک‌های بشردوستانه بمانند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز حکومت سوریه را عامل جلوگیری از پیشرفت مذاکرات دانست. فابیوس با قدردانی از مخالفان مواضع آنها را مسئولانه خواند و تأکید کرد که در طول مذاکرات مخالفان مواضع شجاعانه و قابل قبولی اتخاذ کردند. وزیر خارجه فرانسه همچنین از کسانی که می توانند بر دولت سوریه تأثیر بگذارند خواست تا به گفته وی دمشق را مجاب کنند به خواست جامعه جهانی پاسخ مثبت دهد. آمریکا نیز پیش از انگلیس و فرانسه نسبت به تحولات و نتایج دور دوم نشست ژنو دو موضع گیری کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفت که دمشق در راه رسیدن به توافق مانع تراشی کرد و سرانجام فرصت مذاکرات ژنو منجر به کاهش رنج و محنت مردم سوریه نشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با حمایت از طرح تشکیل دولت انتقالی در سوریه گفت که این طرح معقول و مناسب بوده و می توان بر این اساس گفتگوها را ادامه داد. وی با انتقاد شدید از هیئت اعزامی دولت دمشق به مذاکرات ژنو دو گفت که دولت سوریه با هر گونه توافقی بر سر طرح منطقی مخالفان خودداری کرد و به کشتار و گرسنگی دادن بی‌رحمانه شهروندان سوری ادامه می‌دهد. کری با حمایت مجدد از بیانیه ژنو یک گفت که جامعه بین‌الملل نیز از اجرای کامل مفاد این بیانیه که شامل تشکیل دولتی انتقالی است حمایت می‌کند. در همین حال نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم اعلام کرد گزینه بعدی پس از شکست مذاکرات ژنو دو رفتن به سازمان ملل یا شورای امنیت است. از سوی دیگر نیز نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با بیان اینکه دمشق هیچ پیش شرطی برای آغاز دور سوم مذاکرات صلح ژنو ندارد، آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای ناکام گذاشتن روند سیاسی سوریه متهم کرد. بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد دمشق هیچ شرطی را برای شرکت در دور سوم مذاکرات ندارد و ما به هیچ یک از بندهای جدول کاری که ارائه شده اعتراضی نداریم، اما نمی‌خواهیم که یکی از این بندها بر دیگری مقدم دانسته شود و خواهان بررسی تک تک بندها هستیم. ما با جدول کاری که اخضر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه ارائه داده توافق کردیم. جعفری ادامه داد هیئت دولت سوریه از همان آغاز جلسه روز شنبه با پیشنویس کاری که ابراهیمی پیشنهاد داد موافقت کرده و به نظر می رسد که موافقت ما باعث خشم و نارضایتی طرف دیگر شد که تلاش می کند تفسیرهای خاص خود را درباره جدول کاری ابراهیمی ارائه دهد. دومین دور از مذاکرات صلح سوریه پیش از این قرار بود که روز جمعه به پایان برسد، اما اخضر ابراهیمی از طرفین خواسته بود که روز شنبه بار دیگر به میز مذاکره بازگردند و آخرین نشست مشترک را در این دور از مذاکرات برگزار کنند. سرانجام این مذاکرات در روز شنبه 26 بهمن ماه برگزار شد، اما دقایقی پس از شروع به طور غیرمنتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بن‌بست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذرخواهی کرد. او گفت از مردم سوریه بسیار عذر می‌خواهم، چرا که آنها امیدهای زیادی به این مذاکرات داشتند. آقای ابراهیمی مذاکرات روز شنبه را از دشوارترین مذاکرات دانست و گفت ولی حداقل همه در خصوص دستور کار مذاکرات در مذاکرات آینده توافق داریم. از 3 سال پیش که نارامی‌ها در سوریه آغاز شد تا کنون بیش از 100,000 نفر کشته شدند. و اما در پی اعتراضات گسترده شهروندان بختیاری به محتوای سریال سرزمین کهن، سرانجام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش این سریال را متوقف کرد.
مهستان بختیاری و جزئیات بیشتر. اعتراض ها به پخش سریالی تحت عنوان سرزمین کهن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در چند روز گذشته به ویژه روز شنبه در شهرها و مناطق بختیاری نشین همچون رزفول، مسجد سلیمان، اهواز، شهر گر و اصفهان و چند شهر دیگه ادامه پیدا کرد. معترضان اعتقاد دارند که محتوای این سریال توهین‌آمیز بوده و مشخصا در چند دیالوگ از این سریال به قوم بختیاری و رهبران صدر مشروط اونها اهانت شده و یا سعی میکنه که این سریال تاریخ بختیاری رو به شکلی خلاف واقع روایت کنه. معترضان با تجمع مقابل صدا و سیمای مرکز استانهای خودشون خواستار توقف پخش این سریال و استعفای آقای زرقامی شدن. پس از چند روز که شاهد گسترش این اعتراضات در این شهرها بودیم، نهایتاً شامگاه شنبه آقای محمد تقی سهرابی معاون روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد که پخش این سریال به دستور آقای زرقامی متوقف شده و ایشون گروهی رو مأمور کردن تا در این زمینه تحقیقات بیشتری رو انجام بدن و به این استان‌ها سفر بکنن و با مسئولین استانی در این زمینه صحبت بکنن. همینطور که شاهد گسترش این اعتراضات در شهرهای مختلف بودیم، برخی از مسئولین جمهوری اسلامی هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله آقای رحمانی فضلی وزیر کشور که گفته بود که این سریال در واقع اگر موجب رنجش خاطر مردم بختیاری شده، ما سعی میکنیم که از ادامه پخش اون جلوگیری بکنیم و اون رو مورد بازبینی قرار بدیم. در این زمینه ایشون گفتن که تجمعاتی هم که برگزار شده آرام بوده و هیچگونه خشونتی در این زمینه از سوی مردم صورت نگرفته و مسئولین سعی کردن که افکار عمومی رو در این زمینه توجیه بکنن. حتی موضوع در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب داشت. تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمینه شامگاه شنبه با آقای زرقامی ملاقات میکنن و به ایشون حتی هشدار میدن که در شرایط کنونی ادامه پخش این سریال به نفع مسائل ملی کشور نیست. خبرهایی هم جسته گریخته در این زمینه داشتیم که حتی موضوع به شورای عالی امنیت ملی هم ارجاع پیدا کرد. در پی گسترش این اعتراضات در چند روز گذشته به ویژه در روز شنبه، ما خبرهایی رو هم جست و گریخته داشتیم مبنی بر بازداشت تعدادی از معترضان در شهرهای دسفول و لرگان و فارسان. البته هنوز منبع موثقی تعداد این افراد یا اسامی اونها رو منتشر نکرده، ولی مشخصا در همین ارتباط ما شاهد بودیم که روز چهارشنبه سایت اینترنتی ایبنا نیوز که پایگاه خبری است که اخبار مربوط به بختیاریان رو منتشر میکرد، از سوی کارگروه مصادیق مجرمانه فیلتر شد. اعتراضات بسیار زیادی هم به این موضوع شد، چرا که بسیاری اعتقاد داشتن که این سایت اساساً تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکرده و هیچگونه فعالیت سیاسی رو در این مدت نداشته، تنها تلاش میکرده که در واقع خواسته ها و مطالبات مردم رو منعکس کنه و به گوش مسئولین برسونه. همینطور برخی از فعالین فرهنگی بختیاری بسیار نگران بودن و عنوان میکردن که نگران این موضوع هستن که این امر، یعنی ساخت چنین برنامه هایی با توجه به اینکه مسبوق به سابقه هم هست، یک سنت بشه. اونها عنوان میکردن در سالهای گذشته چنین سریال ها برنامه هایی در صدا و سیما جمهوری اسلامی ساخته شده که مستقیم یا غیر مستقیم یا تاریخ بختیاری رو تحریف کرده یا به رهبران یا سران و شخصیت های اونها توهین کرده. سریال سرزمین کهن به کارگرانی آقای کمال تبریزی که 4 قسمت از اون پخش شد، در واقع به رویدادهای سیاسی اجتماعی سالهای 1320 تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی میپردازه. خود آقای کمال تبریزی در پی گسترش این اعتراضات گفته که قصدش توهین به هیچ قومی از جمله قوم بختیاری نبوده، بلکه هدف این سریال اساساً نشان دادن تلاش ملت ایران در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی بود. به هر حال باید دید با وجود چنین اعتراضاتی تا چند روز مسئولین فرهنگی و سیاستگزاران فرهنگی در صدا و سیما و جمهوری اسلامی میتونن افکار عمومی رو در این زمینه اقناع بکنن. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه خواستار ادامه مذاکرات برای بحران سوریه تا کسب توافق میان دو طرف شد. در همین حال جدال لفظی آمریکا و روسیه پس از شکست مذاکرات ژنو 2 شدت یافته است. آمریکا دولت سوریه را به مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح ژنو با نمایندگان ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه متهم می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای خواستار ادامه مذاکرات سوری تا کسب توافق میان طرفین شد. به گزارش رویترز در این بیانیه با اشاره به پایان مذاکرات ژنو 2 در روز 15 فوریه ماه جاری در ژنو آمده است.
با توجه به اختلاف‌های جدی در رویکرد هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و مخالفان آن برای دستیابی به راه حل سیاسی دیپلماتیک برای حل مسائل این کشور، مذاکرات پیچیده بود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، اخضر ابراهیمی در جلسه عمومی پایانی به طرف‌های سوری پیشنهاد کرد پیشنویس دستور کار مذاکرات با توجه به مسائل کلیدی توافقنامه 30 ژوئن 2012 ژنو تنظیم شود. هیئت رسمی سوریه از این پیشنهاد حمایت و برای ادامه کار بر این اساس و حضور در دور سوم مذاکرات سوری اعلام آمادگی کرده است. وزارت خارجه روسیه یادآوری کرد هیئت دولت روسیه به عنوان اولویت مذاکرات موضوع دستیابی طرفین به توافق در مسئله مبارزه با تروریسم را پیشنهاد و اعلام کرد در شرایط کنونی کشور تعیین چنین اولویتی درست است. در پایان بیانیه وزارت خارجه روسیه هم از طرفهای سوری دعوت به ادامه مذاکرات و تلاشها برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در این کشور شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دولت بشار اسد را متهم کرد که با تکیه بر روسیه و دیگر همپیمانان خود باعث بی‌نتیجه ماندن مذاکرات شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در چارچوب سفری به آسیا و خاورمیانه در جاکارتا به سر می‌برد، از مسکو خواست بر نظام اسد برای نرمش بیشتر فشار بیاورد. آقای کری گفته است روسیه باید بخشی از راه حل باشد، نه اینکه از نظام سوریه انواع پشتیبانی ها از جمله پشتیبانی تسلیحاتی کند. در مقابل و در مسکو، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برخی از حامیان اپوزیسیون سوریه را به تشکیل نهادی جدید از مخالفان اسد متهم کرد که در آن جدا شدگان از ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه را در بر می‌گیرد. آقای لاوروف که در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه اریتره سخن می‌گفت، افزوده است به عبارت دیگر روند جدیدی برای دور شدن از مذاکرات و تمرکز بر سناریوی نظامی آغاز شده است. وزیر امور خارجه روسیه همچنین از آمریکا به خاطر عدم فشار لازم بر اپوزیسیون سوریه برای حضور هیئت وسیع‌تر به عنوان نماینده مخالفان اسد در مذاکرات ژنو دو انتقاد کرد و گفت مسکو با قانع کردن اسد برای حاضر شدن در مذاکرات نقش خود را ایفا کرد. و ادامه داده است همواره از روسیه می‌خواهند که تلاش بیشتری برای پایان دادن به بحران سوریه از خود نشان دهد، اما باید یادآور شوم که ما به تمام وعده‌های خود در این زمینه عمل کردیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه گفته بود که در حال بررسی راه‌های جدید برای افزایش فشار بر نظام بشار اسد است. روسیه از 3 سال پیش و با آغاز بحران سوریه از نظام اسد در مقابل فشارهای غرب پشتیبانی کرد. مسکو تاکنون 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای افزایش فشار بر نظام اسد را وتو کرده است. جنگ داخلی در سوریه هزاران نیروی مسلح خارجی را برای نبرد در کنار مخالفان که اکثر آنها سنی مذهب هستند یا نبرد در کنار نیروهای بشار اسد که از علوی مذهب است به خود جلب کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، در آخرین آمار خود شمار کشته شدگان در جنگ داخلی در این کشور را بیش از 140 هزار نفر برآورد کرده است. در ادامه جنجال پیرامون فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش، مداحان مذهبی در مسجد ارگ تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و همزمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد این فیلم اصلاح خواهد شد و تصاویر ابوالفضل العباس که در این فیلم نمایش داده شده حذف یا در حاله ای از نور پوشانده خواهد شد. فیلم رستاخیز که بیش از 10 سال زمان صرف تدارکات و ساخت آن شده است، امسال در 32 جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد و 8 سیمرغ بلورین را از آن خود کرد. از زمان نمایش محدود این فیلم در جشنواره فجر، اعتراض‌های زیادی از سوی برخی از مراجع تقلید و مداحان مذهبی به آن صورت گرفته است. اعتراض این افراد به نشان دادن چهره ابوالفضل العباس، برادر ناتنی حسین ابن علی و همچنین چند شخصیت دیگر در این فیلم است. گزارش خبرگزاری ایرنا هاکیست که مداحان وابسته به برخی از هیئت‌های مذهبی یک شنبه شب در مسجد ارگ تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و حسین الله کرم از رهبران پیشین گروه تندروی انصار حزب الله در سخنانی گفته است تحریفات و جسارت‌هایی که نسبت به خاندان اهل بیت در این فیلم صورت گرفته به هیچ وجه قابل اغماز نیست و این حرفای ما نقد نیست بلکه اعتراض است.
حسین سازور که از او به عنوان مداح یاد شده است نیز به فیلم رستاخیز اعتراض کرده و گفته است اولین و مهمترین مشکل رستاخیز نشان دادن 5 تن از اهل بیت امام حسین است. در این فیلم چهره حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت مسلم و حضرت علی اصغر نشان داده شده که چهره حضرت مسلم به صور سخیفی نمایش داده شده است. وی افزوده است در همه جای تاریخ نوشتن که حضرت قاسم 13 ساله بود و به قدری زیبا بود که امام حسین قسمتی از چهره او را پوشاند، اما حضرت قاسم در این فیلم جوانی 20 و چند ساله نشان داده شده است. این مداح مذهبی با خطاب قرار دادن احمد رضا درویش کارگردان فیلم گفته شما مقدسات ما را زیر پا له کردید. فرج الله سلشور کارگردان سینما نیز با اشاره به سریال های یوسف پیامبر و مریم که خود او ساخته است گفته به مسئولین گفتیم بودجه در اختیار ما قرار دهید تا جریان فیلم سازی اسلامی را به راه بیندازیم، اما مسئولان میگویند این کار ما نیست. وی افزوده است من 36 سال روی سینما فکر کردم و به این نتیجه رسیدم اگر سینما درست شود همه ی آرزوی انبیا و شهدای ما محقق می شود. سریال یوسف 6 سال است که پربیننده ترین اثر روی زمین است و 4 میلیارد انسان یوسف را دیدند و این نشان از تاثیرگذاری آثار هنری دارد. در روزهای اخیر برخی از مراجع تقلید در قم با اشاره به فیلم رستاخیز آن را توهین به مقدسات دانستند. آیت الله علوی گرگانی و مکارم شیرازی از این جمله مراجع هستند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفته قطعا اگر فیلم رستاخیز بخواهد در اکران عمومی در اختیار مردم قرار گیرد باید به نحوی عمل کند که این نگرانی رفع شود و در خصوص چهره حضرت ابوالفضل یا باید این صحنه حذف شده یا به گونه ای حاله ای از نور روی آن قرار گیرد که چهره حضرت ابوالفضل کاملا مشخص نباشد و این قداستی که ایشان دارند حفظ شود. وی افزوده است ما کم کم به حاشیه همه مسائل از جمله فیلم و موسیقی عادت کرده ایم. بیش از 90% فیلم رستاخیز قبل از تشکیل دولت جدید ساخته و آماده شده است. داستان فیلم رستاخیز درباره واقعی عاشوراست که به قیام حسین ابن علی علیه یزید ابن معاویه حاکم شام می‌پردازد و مقطع زمانی مرگ معاویه تا قیام امام سوم شیعیان و کشته شدن وی را روایت می‌کند. در این فیلم بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، یاور احمدی فر و انوشیروان ارجمند ایفای نقش کردند و موسیقی آن را نیز استیفن واربک برنده جایزه اسکار برای فیلم شکسپیر عاشق ساخته است. گزارش برخی از رسانه‌ها حاکی است که رستاخیز یکی از پرهزینه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران است و 14 میلیارد تومان هزینه ساخت آن شده است. یک مقام وزارت ارشاد اعلام کرد که اداره ممیزی این وزارتخانه 3 کمیته با هدف بررسی اولیه، استحکام در روند بررسی و تجدید نظر تشکیل داده که هدف آن بهبود فرایند بررسی کتاب است. ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای گذشته باعث شده تا بسیاری از واژگان و اسامی از کتاب‌ها حذف شده یا تغییر کنند. علی شجاعی مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل 3 کمیته برای آنچه بهبود فرایند بررسی کتاب در این دفتر نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت در هر کدام از این کمیته‌ها که یکی برای بررسی کتاب، یکی برای استحکام روند بررسی و یکی برای تجدید نظر تشکیل شده است، حداقل 3 نفر از کارشناسان حوزه کتاب عضویت دارند. این مقام وزارت ارشاد افزود اعضای این کمیته سگانه در حال حاضر مشخص شدند و طی چند روز آینده اولین جلسه هماهنگی با کمیته های یاد شده در دفتر توسعه کتاب و کتابخانی تشکیل خواهد شد. به گفته مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانی، تصمیم به تشکیل کمیته‌های یاد شده پس از معرفی اعضای هیئت‌های نظارت بر کتاب از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است. شجاعی پیشتر نیز درباره سازوکار فعالیت این کمیته‌های سگانه در دفتر کتاب به مهر گفته بود کتاب‌های غیر مجاز و کتاب‌هایی که موارد اصلاحی زیادی دارند به این کمیته‌های سگانه ارجاع خواهند شد تا یک بار دیگر در یک گروه کارشناسی دیگر بررسی شوند. به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، هرچند با این کار ممکن است تأخیری در روند بررسی کتاب‌ها ایجاد شود،
اما تاکید بیشتر برای تطبیق کارشناسی ها با قانون بهتر از سرعت در انجام امور مربوطه و ابلاغ مواردی غیر منطبق با قانون به ناشر است. بر اساس اعلام مدیر دفتر کتاب، فرایند فعالیت این کمیته ها نیز این گونه خواهد بود که پس از بررسی ابتدای کتاب در کمیته نخست، کار کمیته دوم آغاز می شود که در واقع همان بررسی کتاب های غیر مجاز و آثاری است که دارای موارد مشکوک زیادی است و چنانچه این کمیته نیز کتاب را با همان شرایط تشخیص داد، آن وقت نتیجه به ناشر ابلاغ می شود. در مرحله بعد و در صورت اعتراض ناشر به رأی کمیته دوم، کمیته سوم یا همان تجدید نظر رأی نهایی خود را در خصوص کتاب بررسی شده در دو کمیته قبلی اعلام خواهد کرد که این حکم مبنای اقدام پایانی یا همان صدور مجوز و یا اعلام غیرقابل چاپ بودن آن در دفتر کتاب خواهد بود. ممیزی یا سانسور کتاب همواره با انتقاد ناشران و نویسندگان در ایران روبرو بوده است. این سانسور از ابتدای جمهوری اسلامی در کتاب‌ها اعمال می‌شد، اما در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج رسید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش و پس از انتخاب شدن به سمت وزارت وعده داده بود که ممیزی کتاب پیش از انتشار را حذف خواهد کرد. اما آقای جنتی پس از مدتی گفت که ممیزی کتاب یک سیاست حاکمیتی است که امکان لغو آن وجود ندارد. آمریکا میگوید که دور تازه مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ در برگیرنده برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم خواهد بود. این در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف گفته بود که موضوع گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 فقط برنامه هسته‌ای است و هیچ موضوع دیگری از جمله توان نظامی ایران در این گفتگوها مطرح نیست. همچنین تعدادی از نظامیان و محافظه‌کاران نیز پیشتر از هیئت مذاکره کننده ایران خواسته بودند در وین درباره صنایع موشکی مذاکره نکنند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید از مذاکرات اتمی با ایران دفاع کرد و گفت که دور تازه گفتگوها که از روز گذشته در وین و اتریش آغاز شده جدیت ایران در حل و فصل مناقشه اتمی را نشان خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که بر اساس توافق ژنو که ماه نوامبر گذشته بین ایران و قدرت‌های بزرگ به دست آمد، موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم در این دور از گفتگوها مطرح خواهد شد. او گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک که ایران آن را پذیرفته است، پیش از آنکه توافق جامعی به دست بیاید، ایران موظف است که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بپردازد. سخنگوی کاخ سفید افزود که قطعنامه 1929 شورای امنیت که در سال 2010 میلادی علیه ایران وضع شد، خواهان توقف فعالیت‌های موشک‌های بالستیک ایران شده است که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد و رسیدگی ایران به این مسئله از مواردی است که صراحتاً بر اساس برنامه اقدام مشترک بخشی از مذاکرات جاری برای رسیدن به توافق جامع بر سر آینده برنامه هسته‌ای ایران است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که برنامه نظامی ایران در مذاکرات هسته‌ای مطرح نخواهد شد، زیرا برنامه هسته‌ای کشورش هیچ ارتباطی به موضوعات نظامی ندارد. همچنین تعدادی از نظامیان و محافظه‌کاران پس از آنکه علی خامنه‌ای از هیئت مذاکره کننده خواست در مذاکرات احساس ضعف نکنند، گفته بودند تهران در وین درباره صنایع موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت یکی از کسانی بود که در این خصوص گفته بود پرداختن به موضوعات موشکی از جمله خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با طرف‌های غربی است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته بود تیم مذاکره کننده ایران تنها بر سر مذاکرات هسته‌ای گفتگو می‌کند و موضوع موشک‌های بالستیک ربطی به این مذاکرات ندارد. یدالله جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه هم گفته بود بازدید آژانس انرژی اتمی از جزئیات صنایع موشکی ایران نوعی مداخله در حوزه‌های داخلی جمهوری اسلامی است. جوانی اضافه کرده بود موضوعاتی همانند بازدید از موشک‌های بالستیک تنها در راستای بهانه‌گیری غرب بوده و نشانگر این است که غرب آمادگی برای حل و فصل مسائل هسته‌ای را ندارد. حمیدرضا ترقی هم در همین رابطه گفته بود خواست غرب و آژانس مبنی بر بازدید آنها از جزئیات صنایع موشکی ایران خلاف توافق نامه ژنو است
و این امر بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست. اظهارات وزیر امور خارجه ایران و نیز برخی از فرماندهان نظامی در خصوص قابل مذاکره نبودن صنایع موشک ایران در حالی است که 28 آذر ماه امسال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی مدتی پس از امضای توافقنامه ژنو گفته بود که نظام با بازرسی‌ها از صنایع موشکی و نظامی خود موافقت کرده است. صالحی گفته بود جمهوری اسلامی اجازه بازدید از صنایع نظامی و موشکی خود را در قالب تفاهم‌نامه‌ای با آژانس و به منظور شفاف‌سازی امضا کرده است. البته چند روز بعد آقای صالحی مجبور به تکذیب گفته‌های خود شد. پس از ممانعت دولت حسن روحانی از سفر یک هیئت نظامی کره شمالی به ایران، یک فرمانده ارشد سپاه هم به طور رسمی با سفر یک گروه موسیقی آمریکایی به تهران مخالفت کرد. قرار بود ارکستر سمفونیک پیتسبورگ آمریکا پس از 35 سال قطع رابطه با این کشور به تهران سفر کند. مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته است کسی در ایران منتظر گروه ارکستر سمفونیک آمریکایی نیست. جزایری گفته با این گونه تحرکات دیپلماسی فرهنگی آمریکا که با هماهنگی وزارت خارجه این کشور و یکی از اتاق‌های فکر مقامات ضد ایرانی سامان داده می‌شود برخورد خواهد شد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرده در حال حاضر جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ بزرگ نرم تحمیلی از طرف آمریکاست و به دیپلماسی فرهنگی آمریکا بدبین و بی‌اعتماد است. به گفته آمریکا در 35 سال اخیر هیچگاه از بست و گسترش فرهنگ خود و حجمی ناجوان مردانه به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و ارزش‌های مقدس جامعه ایران اسلامی غافل نبوده است. در خبر اولیه اعلام شده بود که نمایندگان این ارکستر سمفونیک آمریکایی تصمیم دارند طی جشنواره موسیقی فجر که از 2 روز پیش در تهران آغاز شد به ایران سفر کنند. با این حال حسن ریاحی دبیر جشنواره موسیقی فجر با بیان اینکه هنوز اطلاعی از حضور ارکستر سمفونیک پیتسبورگ به عنوان میهمان در جشنواره امسال ندارند به روزنامه شرق گفته است هنوز اطلاعی در مورد سفر این گروه همزمان با جشنواره امسال به دست من نرسیده است، اما برای اولین بار نیست که آنها به کشور ما میآیند و پیش از این در کشور ما نیز اجرا داشتند. او ادامه داده است ارکستر سمفونیک پیتسبورگ از گروه‌های خوب موسیقی است که حضور آنها در ایران از نظر فرهنگی تاثیرگذار است. همچنین پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از جلسه‌ای که به همین بهانه در دفتر موسیقی برپا شد خبر داد و در مورد اجرای این گروه در شهریور سال آینده در ایران گفت ما هم شایعه حضور آنها را شنیده ایم و به همین دلیل قرار است جلسه ای برگزار شود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه قرار است به این موضوع رسیدگی شود که اگر ارکستر سمفونیک پیتسبورگ یا گروه هایی مانند آن بخواهند در ایران اجرا داشته باشند ما باید چه سیاست یا برنامه ریزی در مورد آنها داشته باشیم. مسئولان ارکستر سمفونیک پیتسبورگ آمریکا گفتند که از سوی مقام‌های دولت 11 برای اجرای برنامه به ایران دعوت شدند. ارکستر سمفونیک پیتسبورگ آخرین بار در سال 1964 میلادی برای اجرای برنامه به ایران سفر کرده بود. هزینه انجام این سفر احتمالی حدود 4 میلیون دلار پیش بینی شده که قرار است تامین این هزینه با مؤسسه مطالعات خاورمیانه باشد. ارکستر سمفونیک پیتسبورگ در سال 2009 نیز قصد داشت در ایران اجرای برنامه داشته باشد، اما در پی ناآرامی‌های سال 88 این سفر انجام نشد. در هفته گذشته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از مسجد مسلمانان در شهر پاریس دیدار کرد. پایان بخش برنامه این هفته گزارشی است از محمد رضا شاهید از پاریس. صبح امروز حدود ساعت 11 آقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به مسجد مسلمانان پاریس آمد. دلیل حضور او افتتاح از پلاک و لوحه یادآوری برای فداکاری مسلمانانی که شماره آنها در 2 جنگ جهانی اول و دوم بیش از 100,000 نفر بود است. در جنگ جهانی اول نزدیک به 70,000 مسلمان و در جنگ جهانی دوم رقمی حدود 25,000 تا 30,000 نفر شمارش قربانیان هست. آقای اولاند خطاب به حاضرین و مسلمان ها گفت که شما می توانید به اجداد خود افتخار کنید زیرا
خونهای ریخته شده رو فرانسه فراموش نمی کند. یکی از دلایل حاشیه افراطیون مذهبی مسلمان که میخواهند قوانین خود رو در قوانین لایسیته و لایک جمهوری فرانسه وارد بکنند، سخنان آقای اولاند در این موضوع میگشت که فرانسه به هیچ وجه به تبعیض فرقه ها معتقد نیست و مایل است که هر مذهبی بتواند خواسته های خودش رو به اجرا در بیاره. آمار میگوید در سال 2013 16 شکایت از سوی خانم های مسلمانی ثبت شده است که آنها به دلیل داشتن حجاب اسلامی و یا لباس های مشخص مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند. باید گفت که مسجد مسلمانان پاریس 6 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول در یادآوری و افتخار سربازان مسلمان ساخته شد. حدود 4 سال بنای آن طول کشید و معمولا هر رئیس جمهوری یک بار به این مسجد دست کم برای مراسم مذهبی آمده است. آمار میگوید که در کل تعداد رای دهندگان برای ریاست جمهوری حدود 5% از سوی مسلمانان است. البته میدونید که انتخابات بعدی ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 است. هنوز هم در فرانسه افراطیون، چه افراطیون ملی و چه افراطیون مذهبی، هر از گاهی روبروی هم ایستادند و گفته ها و اعمالی داشتند که مورد تایید اکثریت مردم فرانسه نیست. پاریس، تلویزیون ایران فردا. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای یک شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه. اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدید، میتونید این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه ظاهر شده میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.